باربد بابایی توی ویدیویی که از خودش منتشر کرد با بغض و گریه از سرکوب کننده ها درخواست توقف سرکوب رو داشت. شما توی این ویدیو همراه باشید، صحبتاشو میشنوید. برو خدا دست. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. باربد بابایی مجری و بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون که توی 2 سال اخیر به واسطه برنامه زوجینو خیلی محبوبیت پیدا کرده بودش، توی ویدیویی که از خودش منتشر کرد صحبت‌های تأمل برانگیز رو با سرکوبگرها انجام داد. اون که توی صحبتاش بغض و گریه شدیدی داشت، خطاب به سرکوبگرها گفتش که نزنید، نکشید. تمام این بچه‌هایی که دارید کتکشون میزنید یا از بینشون میبرید، همشون پدر مادر دارن. وقتی که شما اونها رو میزنید، انگار پدر مادرها رو هم زدید. با مرگ هر فرزندی تو این سرزمین، پدر مادرش هم میمیره. بریم با هم صحبت‌های باربد بابایی رو گوش بدیم. من چجوری حرف بزنم؟ بگم آقا ما اینو می‌خوایم. خب فرصتی ندادین. و میشه این اتفاقی که در خیابان‌ها داره میفته. و فوق‌العاده ناراحت کننده است. غم انگیزه. تک تک ویدیوهایی که داره میاد بیرون حال آدمو دگرگون می‌کنه. واقعاً آدم از زندگی خسته میشه. آقای ماموری که تو بچه مردم تو خیابون داری می‌زنی. من یه پدرم. انگار دختر منو داری میزنی، انگار پسر منو داری میزنی. تو بچه نداری، تو پدر نداری، تو لگد تو شکم اون پدر داری میزنی. برای چی؟ اون که سلاح دستش نیست، اون که اسرائیلی نیست، که اون که نیومده کشور رو بگیره، اونم یه ایرانیه. یا تو ایرانی نیستی یا واقعا انسان نیستی. مگه میشه حقوقت داری از جیب مردم و مالیات مردم میگیری بعد مردم میزنی؟ کجای دنیا یه کافر و گبر این کارو نمیکنه که بهش نون برسونن توف کنه تو صورت مردم؟ نزن آقا، برادر، نمیدونم اصلا اسم تو چی بذارم. نزن مردمو، نکش مردمو. حرف دارن، خواسته دارن. این کشور مال این مردمه، مسئول میاد و میره. باید حرفشون رو بشنویم. به قیمت چی داری میزنی؟ نزنید بچه های من، تو رو خدا نزن. خب دوستان، این بودش صحبت‌های باربد بابایی. جالبه بدونید که ایشون از همون ابتدای اعتراضات خداحافظی رسمی خودش رو برای همیشه از صدا سیما اعلام کرد و گفتش که دیگه حاضر نیست توی هیچ برنامه‌ای توی صدا سیما حضور داشته باشه. حتی برنامه زوجینو که قرار بودش بعد از محرم و سفر مجدداً پخش بشه هم از کنداکتور شبکه 3 حذف شد و به جاش یه برنامه دیگه با اجرای مهران رجبی اومد روی آنتن، که همون سبک و سیاق برنامه زوجینو باربد بابایی رو داشت، ولی خب اصلا نتونست موفقیت و محبوبیت اون برنامه رو به دست بیاره. حتما نظرتون رو راجع به صحبت‌های باربد بابایی برام تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.